پاکسازی یا نظمی که در مندوی کابل آمده بر شما گزارش تهیه کنیم. سختی های را خیلی زیاد است، گشنگی داره، تشنگی داره، مرزا است، دیوار است، چاقی رد میشه دیگه، راولد های ایرانی است، میبره اون طرف مرز رد میکنه. ما بهتان گفتم میتونم که از امی پل و باقمی تا پیش هتل بی‌نظیره کم از کم 140 نفر دست فروشی کار میکرد. اینی در مقابلش باید کار به زنیا داده شوه. بسیار خوب شده، بازار فرصت شد، اما بر ازی هم ما زیاد خوش نیستیم که مکمل یا اوز شوه، یک جای مناسب که برش پیدا شوه یا دگام جمع میشه. حالا که مثلا جای مناسب نباشه، امروز که پاکاری میشه یک ماه کنی ما بود کوشش میکنن که باز پیدا شون. سه روز متواتر کوچه کا فروشی رفت، بر ازو 10 درپ میداد، بازو هم کسی که میده میکرد 50 رو پداد گوش میده کرد. حالا که سیل میکنیم یک اصل نیست، ما هستم پالون. به نام خالق هستی، با تقدیم سلام، وقت بخیر، وطن دارای گل. احمد فیصل آسم در خدمت شما، برنامه سوژه. امروز آمدیم به مندوی شهر کابل و می خواهیم در ارتباط به پاکسازی یا نظم که در مندوی کابل آمده بر شما گزارش تهیه کنیم. قبلا اینجا بیشتر از هزارها تن دست فروشی میکنن در امی مسیر که شما مشاهده میکنین. سه کوچه داره یا سه دروازه عمومی داره مندوی کابل که امی مسیر پل باغ عمومی است. اینجا عزیزای ما روی امی جاده دست فروشی میکردن و مدت میشه که این عزیزای ما از اینجا انتقال داده شدن یا برشان ممانعت شده که دیگه باید دست فروشی نکنن. ببین که مشکلات عزیزارم بپرسیم و در ارتباط به نظم هم عزیزای ما که صحبت ها را می داشته باشن، دکاندارای محل هستن، باشنده ها هستن، صحبت های اینا را می داشته باشین. در لا بلای برنامه یکان مصاحبه های دوستانی دیگه هم داریم از عزیزای ما که بیننده باشین، فقط ما را همراهی کنین و نظریاتتون را با ما شریک بسازین به خاطر بهتر شدن گزارشات ما و پیشنهاداتی که شما دارین و گفتنیایی که دارین در ارتباط به محتوای یا موضوعی که ما تهیه میکنیم. احمد فیصل آسم در خدمت شما. امی لحظه ما هم در یک جایی قرار گرفتیم که یکی از دکانهای بسیار یا یکی از بلند منزلهای بسیار قدیمی است. خواستیم شروع برنامه را از اینجا بر شما با تصویر بکشیم. شما در شروع چند تصویر ببینین، انشاءالله با هموطنهای ما صحبت ها را می داشته باشیم. همینجا یک عزیز ما تازه دیپورت شدن از یا جدیدن بگویم دیپورت شدن از کشور ترکیه. سلام، وقتتون بخیر. وعلیکم با سلام، وقت شما بخیر. شکر، سلامت باش، زنده باش، خوب هستی؟ تشکر. خدا میشه معرفی کنیم؟ آه، ضیاءالرحمن هستم از ولایت بغلان. ضیاءالرحمن جان از ولایت بغلان؟ بله. شما پیشتر همینجا یادآور شدین که تازه از ترکیه دیپورت شدین؟ بله، تازه از ترکیه دیپورت شدین. چند روز میشه؟ یک روز شنبه آورد دیگه، ساعت 9 بجه در میدان هوایی. ساعت 9 بجه؟ 9 بجه روز شنبه. آه بله. چی تعداد از هموطنان ما دیپورت شدن در او تحریک شما آمدید؟ 300 نفر بودن. 300 نفر؟ بله. خب بسیار خوب. و با چی دلیل میشه قصه کنین چطور شما را آوردن تا اینجا؟ اسناد نداشتین؟ کدام قوانین جدید آمده؟ چه قسم است؟ بله، ما خوب چاقی رفته بودیم دیگه. چاقی رفتیم، زحمت کشیدیم، در قارس میگه یک جای از منطقه ترکیه است، رسیده بودیم، از مرزا رد شده بودیم دیگه. باز ما را مامورا گرفتن دیگه، در کمپ انداختن دیگه. باز اونجا غذا همه چیز فراهم بود، میداد. باز بعدش دیپورتی آمد، ما را دیپورت زد ابو افغانستان. چی مدت شما در ترکیه زندگی کردیم؟ ما فعلا تازه رفته بودیم دیگه، یک 6 روز میشد در اونجا جابجا شده بودیم، رسیده بودیم دیگه. میخواستیم تازه از مز رد شیم، از شهرهایش رد شده را بودیم که در شهر بودیم، که در موتر بودیم. نو رفتین و 6 روز سپری کردین پس شما را دیپورت؟ آه بله، نو رفتیم تازه 6 روز بودیم. قسمت که شما هیچ
قسمت یاری نکد. خیرتون بود. آه بخیر ما بوده دیگه. دوستا رسید. ما گرفتیم هر کی چانس و از قسمت از دیگه. از سختی های راه قصه کنین از مسیر قاچاق یا؟ سختی های راه خیلی زیاد از گشنگی داره، تشنگی داره، مرزا است، دیوار است، قاچاقی رد میشه دیگه. راولدای ایرانی است، میبره اون طرف مرز رد میکنه. گشنگی و سختی چند روز در راه بوده؟ تقریبا از افغانستان که حرکت کردیم تا اونجا یک 22 روز در راه بودیم دیگه تا اونجا که رسیدیم. چقدر سختی ها را تیر؟ سختی ها زیاد بود، یک 12 روز در راه تهران بودیم که تا رسیدیم در تهران. باز بعد از او رفتیم یک 4-5 دوباره به وطن برگشتین، چی احساس دارین براتون؟ ای میفهمم که هر کس خوش داره که در زندگی خود یک تغییرات داشته باشه، کاربار برش باشه. حالا که دوباره به وطن آمدین چی؟ وضعیت اینجا خیلی خوب است، خوشحال هستیم. وطن مردم است دیگه، اونجا جای ما نداریم دیگه، بالاخره بگیرن دیپورت میگیرن. اینجا جای خوب است، وطن خود آدم است دیگه، جای برابر است، بسیار خوشحال هستیم. تشکر. دوستاب متوجه هستین که چقدر تغییرات آمده در اینجا؟ در خود مندهی کابل کلن دستفروش ها جمع‌آوری شده و فضا باز شده، اما ازدحام مندهی تا هنوز هم هست. خب مندهی است دیگه، ازدحام باید داشته باشه. بیاین که با نماینده دوکانای یا امی وکیل بگویم که مسئولیت دارن اینجا. خیر هستی عبور و مرور از دیگه، به هر حال بیاین با اونا صحبت داشته باشیم. وکیل صاحب اگر تشریف بیارین. چند قبل هم با ایشان ما صحبت ها داشتیم. سلام علیکم، بخیر هستین؟ خوب هستین، بخیر هستین، خوش آمدین شما، بخیر هستین، زنده و سلامت باشین. بخیر باشین، سلامت هستین، بخیر. باز دوباره با شما صحبت خود داشتیم. زندگی چطور میگذره؟ کم بیش با دوستان مگه سلام و کلام داریم؟ اول سلام به احترامات به خود شما تقدیم که خوش آمدین به بازار مندوی. یک سلام خاص به بینندگان عزیز تلویزیون آرینا، خیلی خوشحالم که شما را میبینم. بلا بعد از یک مدت طولانی باز یک دیگر را دیدیم. بلا بخیر باشه. عید بود چی قصه گپ بود؟ یک روز آمده بود. بلا مسائل عیدی بود، در داخل دوکان یک مصاحبه گرفته بودیم. بلا بخیر باشه. در مجموع اینجا چقدر دوکان است و چی ساحه را شما مسئولیت دارین؟ بله بسیار خوب، سوال خیلی خوب کردی. نایه اول که بساب نایه تجارتی است، سایه تجارتی است، سازنا از خود کابل نیه، بسا از افغانستان. بیش از 300 هزار دوکان، شرکت ها و دوکان ها ما در سایه نایه اول داریم. که مسئولیت بازار، من معاون بازار مندوی شهر کابل هستم که از پل باغمی هلی هتل بی‌نظیر همی 220 دوکان همی جمع داریم با شمول 4 مارکت، که در مارکت ما 220 دوکان تا 350 دوکان است. با دیگه مارکت های ما بیرون از این کوچه است دیگه. من مسئولیت این بازار دارم. بازار عمومی که از طرف پل باغمی میاد؟ بله بازار عمومی مندوی از پل باغمی است، الا هتل بی‌نظیر. سایه مندوی 4 دروازه داره، یک دروازه از پل باغمی است، یک دروازه از پیش سرای شاهزاده که عقب مسجد پل خشتی میشه، یک دروازه هم جاده میوند. بله وکیل صاحب چی مدت میشه که اینجا دست فروش ها از اینجا انتقال داده شدن و این تغییرات آمده؟ به همر امارت اسلامی و خصوص نوزه اول امارت اسلامی که همی جدمی ساحه کوچه مندوی است. ساحه یک 3 ماه میشه که پاکاری شده. پاکاری بلعموم از الف تا یا گفته ما میانه بتان بگیم پاکاری شده. دست فروشان است، قبلا هم پاکاری بود مگم به این شکل منظم پاکاری نشده تا فعلا، نه تا این دوره به این شکل نشده پاکاری. چه تغییرات دیگه آمده در کاروبار شما، در نظم خود مندوی؟ در نظم و گپا کار خوب شده، بسیار نظم خیلی خوب شده. خود در کاروبار تغییرات نامده، کاروبار بر حساب کمتر شده. از خاطر یک تعداد دست فروشایی بودن که مثلا با مو اقتصاد مردم میجه دست فروشی میگردن، مثلا در روی بازار کرایه نمیدن، مالیه نمیدن، اونها جنس ارزان تر به فروش میرسوندن و جنس هایی که دست دو دست سه یا به حساب پایین بودن به فروش میرسن، هم مشکل خانواده رفع میشد از امو دست فروش، از امو کسب کار، و هم امو خانوادهایی که اقتصاد ضعیف داشتن میتونستن از روی یک چیز خوبتر ارزان تر گیرشان بیان.
بله. این به نفع هموطنان ما بود و به ضرر دکاندارای که اینجا هستن. به حساب 50% است. به حساب 50% به نفع که عبور و مرور مردم راحت‌تر شده، خوب‌تر شده، مثلا ساحه منظم شده، تنظیم شده، این به نفع مردم است. هم به نفع مردم هم به حساب نظم و دیسپلین شهری. مگر 50% مردم ما که جا کار میکردن، غریبی میکردن، کاروبار داشتن، یک لقمه نان حق حلال به خانه خود میبردن، اونا بیکار شدن. دیگه ما دولت امارات اسلامی خواهش داریم که در بدیل از این کار باید به مدس فروشای ما، مدس فروشای که در این موقعیت، تنها در این موقعیت نیست که بس شهر کابل پاکاری شده، مثلا سینما پرمی پاکاری شده، دی افغانان سایه دو نای دو پاکاری شده، بدیلش یک چیز باید باشه که اینا در کار برن. خب یعنی نظر شما ممی است که این دوستای ما که دستشان از کار گرفته شده یا برشان محدودیت وضع شده نمیتونن دیگه کار کنن، باید برشان شرایط کار ایجاد شود؟ بله 100% که حالا فعلا ما شما خواه یک مردم افغانستان به شکل سنتی بتون بگیم که یک نفر کار میکنه به واسه اعضای فامیل، مثلا اگر به طفل داره جوان از خرده از ریسفید دم یک اعضای فامیل کار میکنه، فعلا اگر اون نفر که ایجا به حساب کار میکرد فعلا بیکار است، باید یک فامریکی باشه، یک کار باشه اقلا در بدیل از اونو که اونا مصروف کار شوند. فکر کنین شما، ما بهتان گفتم میتونم که از امی پل و باغمی تا پیش هتل بی‌نظیر کم از کم 140 نفر دست فروش کار میکرد. اینی در مقابلش باید کار به زینا داده شود که ما از دولت امارات اسلامی همی خواهش داریم که به اینجا جدن یک کار با زمینه مساید بسازن و از اون کار بتن. خب گفته مردم و یه امر از بالا جای از دیگه گفته شده که باید سطح شهر کابل پاکسازی شود، دست فروش ها جمع آوری شود، حتما برنامه های موجود داره. حال تغییرات در کاروبار این دوستای ما آمده یا نامده؟ کاروبار بالعموم آمده، تغییرات آمده، از 100% تغییرات آمده. یک چیز با حساب کار اضافه شده، مثلا قبلا گفتم به شما که 200 دست فروش یا 180 دست فروش در این ساحه موجود بود، فعلا نیست، اما میتونه که از دکاندارا خرید خود کنم، اون مشتریایی که می آمده. کاروبار آمده، تغییرات مثبت آمده به دکاندار ما. برنامه مشخص برای دستفروش های شهر کابل یا دوستای ما که اینجا یک لقمه رزق حلال برای فامیل خود می بردن، برای اونام زمینش مساعد شود که واقعا قلب انسان هم می رنجانه. قربانتان یک دنیا تشکر. یک چیز من پیشنهاد دارم به امارت اسلامی، خوزم به ریاست شهرولی کابل. ما یک چیز دارم در نظر دارم که من یک قبلا هم شریک ساخته بودم. ما در هر کشورهای دنیای شما خوزن کشورهای همسایه ما رو ببینین، یک بازار مشخص داره، مثلا سه‌شنبه بازار، دوشنبه بازار، جمعه بازار. ما میدونیم و میدس فروشایی که در هر جایی که بیکار شده یک بازار منظم جور کنن، مثلا دوشنبه بازار، سه‌شنبه بازار در چهار زون کابل. کمی دست فروشا و همین مردمی که اقتصاد ضعیف داره میدن از میدس فروشا وجه خرید خود کنه، یک بازار مثلا میایا بسازن و زینا، این خیلی خوب تر میشه. بله بخیر، سلامت باشین. شما هم خیلی خوش شدیم امروز، ما هم چاش میمون میشین، کارتون خلاص کنیم، ما خوش میشیم. بله بخیر باشین، خداحافظ. شما رو خیر باشین. خب دوستای عزیز، با بزرگای مندوی هم صحبت کنیم که همینجا کاربار دارن، یک عمر زحمت کشیدن، تلاش کردن، بیان که خاطرات از گذشته هم داشته باشیم و امروز تغییرات که آمده عزیزان میشنویم. سلام. سلام. بخیر هستین؟ خیر خیر. آرام آرام شما جور خیرتی است. سلامت زنده باشید. سلامت قربانتون. نامتون چی هست؟ اسم ما حاجی محمد رحیم است. حاجی محمد رحیم. بله. چقدر سابقه دارستین در این ساحه؟ در این ساحه ماندهی تقریبا 40 سال میشه که هست. ماشاءالله 40 سال. بله. این رسته را به نام رسته از 40 سال هم بیشتر. بله بله. دو چند عمر ما بگیم دیگه، یک و نیم چند عمر ما تقریبا. بله عمرتون برکت باشه. امید از سر به نام چی یاد میکردن سابق و امروز؟ این بازار بازار مندوی یاد میشه، جاده مندوی. بله. این رسته که تک فروشی هاست به نام بازار زیا بوده چی بوده؟ این خود سابق قبلا که بود در دوران خلقی ها و پرچمی ها کل این رسته بازازی بود کلی زیادتر. حالا باز تغییر کرد که سپا دیگه تغییر کرد، هر کس هر چی انداخت دیگه. فعلا به نام کوچه مندوی یاد میشه دیگه. به نام مندوی بود؟ بله آدم سابق به نام مندوی بود. اصلا مشخص نبود که رسته بزازی ها باشه؟ نه 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 به نام مندوی بود.
دوستای ما دوکانای مختلف داشتن. بله. از 40 سال پیشتر تا امروز چی تغییرات شما میبینین در کاروبار، در زندگی، در خود صاحب مندگی؟ والا تغییرات خوب تغییرات هست، تغییرات زیاد آمده که من تا یک ذره ازدام مردم کم شده. یعنی کدام موقع کدام زمان بیشتر بود؟ والا دوران که قبل از انقلابی نه پیش از امو دوران جمهوریت هم قدر چی نبود قبلا نه سابق خوب بود بیربار ازدهان مردم جاد منظورتان در دوره جمهوریت نه از جمهوریت هم پیش دوران دکتر نجیب و دوران کارمال اینیا خب ازدهان نبود بود بله هم حالا مامو ازدهان هست یا نه ازدهان هست خب من تو یک ذره مردم حالا مشکلات زیاد است اقتصاد خوب اقتصاد ضعیف است خب ولی هم حالا اقدام جدی که از طرف شهرولی کابل صورت گرفته پاکسازی صد شهر کابل است حالا خوب شده شما چقدر کمک کرده به نظمتان به کاروبارتان من تو این پاکاری هم کمک خوبی کرده که یک ذره مردم رفت آمدش به راحتی میشه راحت رفت آمد میکنن مشکلات برشون پیدا نمیشه بر شما خوب شده سهولت آوردن تا اندازه بله یا ای که او جمع‌آوری شده کاروبار شما طبعا خب یک چیز واضحه جمع‌آوری از او بر سر کاروبار دکانداران بسیار تاثیر داره چطور یعنی اگر بر شما سهولت باید شود اینطور است که یک مشتریان که بیایه را کساب باشه همینطور مستقیم بالا میره بله یک ذره که زام که باشه یک جایی که بند خورد چشمش میخورد در یک مال یک کار دیگه ولی این چیز ضرورت داره میجا دور بخوی یا او در دو کنه این طور اکی میباشه یک دو دقیقه که جا مصروف شد چشمش در مال میخوره میگه اینه بیادر اینی جنسی داره بله بسیار خوب با ای که نظم هم میایه اینمی جمع جوش که کم میشه کاروبار هم تغییر میکنه بله طبعا خب یک چیز واضح است بله خدا مهربان است انشاءالله توکل به خدا خداوند مهربان است انشاءالله کارا جور شود دیگه توکل کلگی به الله باشه قربان شما سلامت خدا نگهدار خب بیان که خبرم یه دوست ما رو بگیریم سلام خوب هستین سر شما خوب بخیر بخیر تشکر زنده باشید بانتون تشکر خب منجایی کابل آمدیم دیدیم که بیادر فضا کاملا تغییر کرده بله سابق نیست خب نسبت به سابق دوره جمهوریت تاثیرات خود زیاد داشته فرصت شده اکثریت مردم رفتن کجا رفتن این مردم؟ والله دیگه خب کلی این تو خبر از میدیا که میشنون کلی طرف فرو بارد ما که میبینیم از این نمیفهم چقدر نفوس هست از 3 میلیون خب میگن بیشتر از ساله فکر نکنم که ایزیاد رفته باشه 1 میلیونش اگر رفته باشه ازدهام ترین منطقه در شهر کابل کوچی مندویس چون از تمام ولایت افغانستان اینجا مردم برای خرید میه تاثیراتش نسبت به دیگه جای ایجا زیاد دیده میشه به خاطر که بر دکانداران خصوصا به طبقه دکاندار خب بسیار زیاد معلوم میشه که کسی نیست رفته البته کسایی که در وضعیت اقتصادیش خوب بود کاروبارشان خوب بودن سر بازار که تاثیر کرده به اونمو دلیل است که فساد رو نیستن که مثلا برای خرید به دیگه به و شما خو بهتر مونه که اکثریت مردم حالا تو وظایف چیز ندارن زیادتر در دولت دیگه مردم ماشای دلاری ندارن ولی دلاری هم نبود خو هر چی که بود نسبتا خوب بود کار بود برای مردم در بخش دیگه حال کمتر شده خب راستی هم که همو منجایی همو زیباییش به مو ازدهامش هست به مو جمع جوشش هست یکی بیروبار دیگه که دو دوره محصلین هم زیاد بود پانتونای خصوصی اکثریتش فعال بود تا جایی که ما اطلاع داشتیم بیش از 100-200 پانتونای خصوصی بود البته تنها امکان داره شاید در شهر کابل دیگه ولایتانی اونا هم تاثیرات خدا در اکثریتش بیکار شد چون ما وظایف دولتی داشتن در پولیش تحصیل میکردن میامد خرید میکردن این بیروبار شهر کابل یک جمع جوش خاص خدا داشت دیگه اونو کسا نیستن خب چند فیصد به نظر شما کارا تغییر کرده نسبت به 3-4 سال گذشته 3-4 سال گذشته به نظر من 60 فیصد تغییرات داره 60 فیصد آه حال کرایه که شما میپردازین
امو کرایی است که در نظام جمهوریت میپرداختین یا فرق میکنه؟ امو کرایی است، بسیار کم تاثیرات کرد. بسیار امو کرایی است. امو کرایی است چون این منطقه که است زیاد کاروبار به پول دلاری است. دلار سنجش میشه، افغانی میتی. مندهی که گفتی میگه یک نفر میگه یک دکان اگه در مندهی داشتی دیگه کار جور است. حالا نمیفهمم اون قصه رو برای دوستا بگو. در سابق صدق میکرد. حالا نه. حالا دیگه فرق. حالا می کسایی است که مثلا می کاروبار مصروف است، نمیتونن که از کاروبار خدا بکشن. دیگه کار کنن. چون دمی آموخته شده اکثرا سرمایش بند است، اکثرا دی وقت گیر است. نمیتونی که دفعتن تصمیم بگیری کارت بانی دیگه کار شروع کنی. خب بسیار خوب. حالا میگن قیمت هم بسیار تغییر کرده. مثلا در گذشته یک جوره کرمچ نفر می آمدید می پشتش نگرد بیادر پرتش. خب این بستگی برزه و تقاضا داره که چقدر یک جنس تقاضا زیادتر است برش نی؟ قیمت بازار و ملاز اقتصادی که تعیین میشه بستگی به میارزه و تقاضا داره. چی تقاضایش بیشتر است؟ بچه های جوان زیادتر بود. با گفته فرمودی خودت قبلا ماشای دلاری زیادتر بود، چیز لوکس هم زیاد می آمد، خریدش هم زیاد بود، حال دیگه طبعاً دیگه ضعیف میشه. از تغییراتی که در سطح خود شهر کابل یا مندوی آمده شما چقدر رضایت دارین و چقدر به نظم شهر کمک کرده؟ کدام پیشنهاد اگر دارین در ارتباط میتونیم مثلا چه قسم تغییرات؟ یعنی جمع‌آوری دستفروشایی که هست. این خوب بسیار خوب شده، بازار فرصت شد، اما برازی هم ما زیاد خوش نیستیم که مکمل یا اوز شود. یک جای مناسب که برش پیدا شود یا دیگه هم جمع میشه. حالا که مثلا جای مناسب نباشه، امروز که پاکاری میشه یک ماه یک و نیم آباد کوشش میکنن که باز پیدا شود. اما که جلبش گرفته میشه خوب است. در پولیش که برای جای پیدا شد بسیار خوب میشه، دیگه هم بازار فرصت میشه. باز مردم یک مرجع یک جای را پیدا میکنن که اونجا برن برای خرید. کسایی که مثلا از روی بازار خرید میکنن، ایتو که باشه که جمع شد قیمت مناسب هم میخواد. نه قیمت مناسب خوب بستگی به جنس داره، به کیفیت خوب بهتر جنس بوده. مثلا در روی بازار چیزی که فروخته میشه اکثر جنس های ضعیف تر است. کسی که در دکان میره یک ذره جنس بهتر مال تلپت میگنه تعداد نه تلپش کم باقی مونده. او تو جنس ما چیز نیستم، به نظر ما جنس میارن در روی بازار، منتها کیفیت کوالتیش پایین تر است. اون از اون خاطر باز مردم که وضعیت اقتصادیش قدر خوبتر نیست با کوشش میکنن که از امروی سرک خرید کنن. پشت چیش نمیگردن که کیفیتش چطوره، چقدر وقت کار میتن، چقدر وقت کار نمیتن. این خود انتبه نیام است که مثلا جنسی که مثلا تاریخش کم میمونه در روی بازار میبره با قیمت پایین تر فروخته میشه. اگر چیز قیمت 100 روپیه باشه برای بازار به 20 افغانی به 30 افغانی به فروش میرسه که زودتر خلاص شوه ازش. بله بسیار خوب. حال دوست عزیز فقط میخوایم این دوکان یک بار نشان بتیم برای دوستا که چی هست این دوکان. ببینین این کرمچای که هست قیمت ازی چند است؟ مثلا امیر چینایی است، قیمت ازی است 8.5 افغانی. 8.5 افغانی باز کیفیت بهترش که است و جنس های ویتنامی است و نرخش یک ذره بلندتر است. خب از دیر این کرمچا است. خب این یک ذره قیمت بلندتر است و هم مسکیچر است کالو مو چته. خب این چند است؟ 1500 افغانی است. 1500 افغانی. همین نرخ نهاییش چند است؟ نرخ نهایی از یک از 1200 افغانی است. از او 700 افغانی است. او 700 افغانی، این 1200 افغانی. یعنی 1200 افغانی یک کرمشی که نمیفهم شاید یک سال یا کمتر از او کار زیادتر. اونا کمتر کار میتن. اونا امکان داره که سه ماه، سه و نیم، چهار ماه کار بتن نسبت به قیمتش. اینا باید بهتر است. یک سال خوب صحیح کار میتن. چیزایی که میخواین اینجا خریداری کنن باشید اینجا بگذارن. یعنی تو جنس هم پیدا میشه که کیفیتش و امو خصوصیاتش فرق میکنه. یعنی تو به این شکل دوکان های دیگه هم هست که مندوی امو جمع جوش سابقش نیست، اما امو کیفیت و مال را که شما اینجا مشاهده میکنین، کالایی را که اینا وارد کردن، تمامش اجناس هست که میتونین با قیمت مناسب خریداری کنین. یک چیزی نگفته نمانه که یک کار مثبت ای حکومتی است که زیاد کوشش میکنن به تجارت یا زمینش فرام شد. مثلا در جمهوریت یک جنس که چین خریداری میکردی که ایجا میامد تا افغانستان حدودا دو ماه یک و نیم را در بر میگرفت. حالا در اینمی سال آخر البته یک جنس که از چین می نهایتا که وقت را درگیر شد یک 25 روز یا 22 روز زودتر می خصوصا اگر ایرای
و خون بدخشان که ما سرحد هستیم که ده چین یک دگام در رفت آمد و تجارت یک ذره کار سهولت شد بیخی خوب تر میشه. امکان داره که به نهایتا ده روز دوازده روز جنسی که مثلا چین بار شد در کابل برسه ولایت هم جوارش خوب زودتر. این همی که در کنار ازی که بیادر کاروبار بزنس هم میکنی دانش هم داشته باشه خیلی خوب است. من فرق باشه خوش شده من صحبت هایتان. دوستا در کنار خود یکی از دستفروش ها رو داریم که اینا قبلا اینجا دستفروشی میکردن. صحبت هایشان رو مشنیم. اول امروشان معرفی میشیم. سلام وقتیم بخیر. سلام علیکم بیادر. اسم ملال محمد است. از ولایت میدان مردک هستیم. عمر ما بیادر دینیم منده ای تیر شد. 21 سال از غریبی میکنیم. در طول 21 سال بیادر ما بیادر اینجا غریب کوری میکنیم. دگه میکنیم. میتونین که شما دکاندارا پرسان کنین بیادر میگه که بیادر میگه دست فروش ها شاگرد دکان هست بیادر دکاندار بیادر دو سر رپا بر از این ماش میته بره دکاندارا را میتونه که از پرسان میتونه که پرسانش کنه که بیادر بگه همین شاگرد تا یا غریبکار ریش سرک هست. در طول 21 سال است که ما میجه غریبکار هستیم. در او دولت هم بیادر ما هیچ کاری بودیم دی دولت هم هیچ کاری نیستیم. ما اینجا غریب کاری میکنیم اینه بدر اینه یک سال و پنج ماه. چی مدت میشه که دست فروش ها از یه جمع آوری شدن؟ نه این رفتن انتقال پیدا کردن. کجا رفتین شما؟ طول اینمی یک سال و دارو شده بدر از اینمی جمعه ایست و چیزای ما رو آورداشت بدر کل که ما بیکار هستیم. چی وقت میشه؟ یک سال و پنج روز. یک سال و پنج روز میشه که بدر بیکار هستیم. بدر اینمی جمعه رو در کار بار نمیمونه. خب بدر اینمی حالا هر کدام ما سعی کنیم پنج در خانه در ای بدر 5 تا 6 اولاد داره. فکر کن 10 فامیل بدر بدر یک غریب کار دمنده ای داره که 10 نفر بدر نان خور در خانه داره. یعنی میاله به شما خودم به خدا به در پی خدا ما احتیاجات دارم نه منده ای احتیاجات دارم که به غریبی برایم. مگه ما کار میکنین شما؟ ما اینجا کار نه اینجا بدر کار چبلی و دسکاول چیزا رو سودا میکنیم در میری بازار. حالا خو میخواین به خاطر نظم شهری بعض ساعات پاکسازی کنن یا نظم بتن، نظر خودت در مورد نظم چیز و پیشنهاد چیز به خاطر ازی که خودت بیکار هستی؟ پیشنهاد ما دینمی هست که بدر نمیجا مردم غریب کار بدر برشان جای جور کنه دگه کنه بدر حال غریب کار نمی آلست همین جای یا جای دیگه؟ همین هر جایی که جور میکنه که جمعوری از سیاسر باشه کل کار ما قد سیاسر است. مردینه خو نمه که مردینه بدر ما بدر مردینه بخره کل کار ما قد سیاسر است. سیاسر خریداری میکنه. یعنی یک بازار مشخص باشه که شما خریداری کنید. فامیلا منظورتان فامیلا از دیگه فامیلا بیان خریداری کنند. در میسای منده بیشتر خانما میان خواهرای ما مادرای ما میان اینجا خریداری میکنن. مادرای ما خواهرای ما کلگی ما نمیجا بدر خریداری میکنه بدر نمیال امیال سر تا آخر منده پرسان کو با خدا کلگی د گریان است. از زشتکش گرفته تا کلانش در گریان است. موی سفید ما در گریان است. جوان ما در گریان است. خود ما در گریان هستیم. نمیاله به خدا نمیاله به بسیار بازاب هستیم. خب امیدوار هستیم که در این ارتباط صحبت ها رو هم داشتیم که انشالله تغییرات بیایه و برای عزیزای ما که نیاز دارن اینا باید دستشان گرفته شوه به خاطر که نفقه ایالشون شرط است. باید کار کنن زحمت بکشن. بیننده باشین ادامه گزارشه قربانتون. ما از همین کلانای ما نمیره میخواییم بدر که از کلانای ما بدر باید متوجه بر غریب کار بدگه باشه. بدر دیگه ما کدام تقاضایی نداریم که بدر باید متوجه به غریب کار خود باشه. بخیر باشه. چقدر کاریگر میجه کار خود از دست داده؟ والا که حساب کنی از اون مسر حساب کنی بدر 300 نفر تا اون آخر منده می او طرف هم حساب کنی بدر 1-2000 نفر می آید. کلش 1,500-3000 نفر می آید غریب کار بیکار شده. بخیر باشه.
خواب در این مندوی دیگه قصه ها و گفته ها خیلی زیاد است. اینجا گفتن پالوان ها هستن و با پالوان ها یک دیدن کنیم ببینیم حرفایشان رو بشنیم. سلام خوب هستین؟ سلامت باشین جان. شکر الحمدلله. و علیکم السلام رحمت الله و برکاته. خوب هستین؟ انشاءالله سلامتی. سلام. سلام شهرم خوب هستی؟ بخیر قراری است؟ صد خوب است؟ جور است انشاءالله؟ بخیر است؟ حالا از راستی پالوان ها هستن یا دوستا شوخی میکنن؟ والا این از گوش معلوم است دیگه، نیاز نیست که ما توصیف کنیم خود ما. راستی که می پالوان ها که هست گوشش چی میگه؟ میده شدگی میباشه نه؟ میده میشه. این را میده میکنن یا میده میشه؟ خب بعضی فعلا که هست دانه 50 روپیه در کوچه کافروشی میده میکنن. پالوان های سابقه که هست باز همه تو میده میشه در قشتی و در تمرین یا میده میشه. دیگه فعلا زیادتر پالوان های 50 روپیه زیاد است. پالوان های 50 روپیه خودت از چند سال پیش پهلوانه؟ سال 1384 تا فلحال. چند قهرمانی داری؟ سه برد دارم، بخش زونا هستم. دیگه بخش بین‌المللی قشتی نکردیم. از کلاب جوانان و پنشیر و استاد ما مستاد عبدالابیگ است. عبدالابیگ وزیری فعلا در پرونسه کلاب پهلوانی داره. همی پهلوان ها که هستن نام خدا خوب همه تو استوار می باشن، خوش هیکل می باشن، خوش تیپ می باشن. باش ما همینجا میرم، ایچ مشکل نیست. بیا عزیزم، بیا 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 خودتان بیا. خب قصه پهلوان هایی که در 50 افغانی گوش میده میکنن و نام پهلوان میدنن موید تو رگه یک نفر همیجا آمد یک ماه تمرینش میشد، یکی دیگه آمد بیا گوشت میده کنم. سه روز متواتر کوچه کافروشی رفت، برازو ده در رپه میداد، بازو هم کسی که میده میکرد 50 رپه داد، گوشت هم میده کرد. حالا که سیل میکنیم یک اصل نیست، ما هستم پالوان. دو سال میشه که یک نفر پالوان میگش باز خوش میشه. دا حاله که نه مسابقه کده، نه برد کده، نه قشتی کده و صحیح همی توشک هم ندیده که قشتی یعنی چی. مگم گوش میده است بنام پالوان میگم. پالوان اصیلی از روی چی آدم بشناسه؟ حالا کل اگیر بیادر بینی رسیا کرد گفت من مستریست. خب پالوان اخلاق رمیده میداشته باشه، تربیه سالم میداشته باشه. دیگه باز در قشتی و در تمرین معلوم میشه که پهلوان است یا نیست. دیگه بسا عاجز و بیادر همه تو عاجز میباشد در مجموعه. نه 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 ایتور که بود او پهلوان نیست. پهلوان شکسته میباشه، رمیده میباشه. دیگه درخت که پر ثمر باشه میوه داشته باشه خمیده میباشه. خمیده میباشه درخت سر که ثمر نداره اون دیگه و نتیجه نمیده. نتیجه نمیده همونطور است راست. خط بلند میشه مگر نتیجه نداره. خب بسیار خوب، حالا ما فهمیدیم که بدر این پهلوان اصلی کی است. پهلوان اصلی کسی است که اخلاق رمیده داشته باشه، صبر داشته باشه، گذشت داشته باشه. مردم اخلاق خوب کنن. راست میگه. اینه میگه پهلوان. چند تا پهلوان اینجا داریم؟ این دوستمون پهلوان است یا این رفیق؟ یا مشتری هستن، مسافر هستن، به خاطر چادر آمدیم، چادر میخرن. خودت خب پهلوانی نکردی؟ نه نه نکردم. از کدام ولایت آمدی؟ از هرات. هرات؟ آه. از هرات و باستان آمدی؟ بیشتر. خدا خوب پهلوانا دارن. از جمله محمد گل پهلوان است. دیگه شان هم است. فعلا نمو یک ذره مشهور است. استاد وحید پهلوان است. بیا اون یک پهلوان دیگه هم داریم اونجا. اینجا یک پهلوان دیگه هم داریم. بیا عزیزم نام خود چی است؟ نام احمد شاهین. احمد شاهین. برادرم است. او هم برادرم است. بله چی خوردین که تو نام خدا؟ ای هم برادرم است. ماشاءالله. یا دوگانه ایستن. خب همین رو میخوایم که یک تصویر شما رو داشته باشم. بیا همین خودتان بیاد این پالوی ما خودتان بیا. بیا فقط یک ویدیو گپ نزنین، فقط تصویر شما رو میخوایم داشته باشیم. پهلوانای مندوی یا پهلوانای برادرم هستن در مجموع. کلانشون من هستم، دومی هست، سیم و چهارم باز یا دوگانگی هستن. او یا دوگانگی هستن. دوگانگی هستن بله. بسیار خوب. کلشون پهلوان هستن. کلشون قشتی میکنن. فعلا صبحونه در مجموع بعد از نماز صبح همراه خودمو تمرین میکنن. این دوستا تصاویر پهلوان های مندوی کابل هم ببینین، یک خاطره باقی میمونه. ولی خوش میشه ما تو جوانایی که هم خوش تیپ باشن، هم بیادر ورزشکار باشن، هم غریب کار باشن. با در مجموع چادرها رو ما تخفیف هم داریم. در کوچه مندوی کسی بیا که اگر جای 100 افغانی باشه جای 80 افغانی برش میدیم. تخفیف هم داریم. یه سخاوت جوانان تخفیف هم برشان داریم. زیادتره که آمده اینجا پیش ما نسبت به دیگه جا برشان ارزان هم دادیم چادر را. از این خوراک پالوان ها یک چیز یاد که چی میخورن؟ مایچه بخورن، ملنگ بخورن، پلاو بخورن. دیگه خوراک پالوان های نیه است. خمه که میبینیم در میخانه تاوان خورد. خرچتان بالا است. بالا. سراجی صاحب
فشار سراجی صاحب نیست، فشار سراجی صاحب نیست، سراجی صاحب قرار خانه می باشه. دیگه کارگر خودم هستیم، از مزد 60 حلال خود پیدا میکنیم میخوریم. نوش جان قربانتون بخیر. چاش تمیجه باش، ملنگ گفتی، مویچه گفتی، پلاو گفتی، میجه کتمی جمله دوستا مهمان ما باشه. قربانتون بخیر باشین عزیزا. نامی دوستارم نگفتی یا خو مشتری های مستن نو آمدین؟ امی دوست، امی لالا این پالوان الهام است، پالوان شاهین است و دیگهش که قبلی رفت این پالوان فضل محمد جان است. اسم خودت؟ پالوان رضا جان است. خودت هم در می جمع از امیابیه، کم نیستی نام خدا. خودت هم خیلی ملنگ میخوری همه تو اصلا؟ بله بله. یا یک تعداد استعداد کافی میداشته باشه ما شش وقت نان میخوریم بهج وزن نمیگیریم. شما باز خیلی ولی خرج نمیخوره. اون چیزایی که مقوی باشه نمیخوره. ما بس هم نمیخوره. راستی ما هم انرژی چی باشه که ما بخوریم بیا درم. ما حالا نشکم خندختی دیگه فامیل. نه ما هم تو از پالی کلاب تیر میشم کم. خوب است. نه خود کلاب داره که مزید تمرین بفهم. انشالله. با عزت باشی بدر. بخیر باشی. بعد از 20 سال آمدی. والا چطور بود با هوای وطن فادیدید یا نه؟ یا پس نه خیلی خوب یا وزن از دست دادی؟ نه 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 وزنم از زیادم شده. بله انرژی گرفتم. هر نفرش میبینی یک کیلو گوشت میگیره. والا هرچی وطن هر جا میرم اصلا خودم انرژی خیلی میگیرم. وطن پیدا نمیشه. چی تغییرات میبینی در کابل بعد از 20 سال؟ کابل خوبه، آرامی هستن دیگه، کاروبار ضعیف هست دیگه، در دنیا کلن کاروبار ضعیف هستن دیگه. چش خواب ببینید نه؟ بله بله بله. نگاه که برادر از ما روی گشت. نه والا وطن خوب است دیگه، در کل در دنیا هم کاروبار، همه میگه کاروبار خراب است دیگه، کاروبار در خارج هم خراب است. خراب است. آره بیا توکل ما و خدا منش. خوب جای کام استاد بودیم شمال آمد صدا خوب مشکل ایجاد نکرد. خیر دوستا در کنار ازی که ما در ارتباط با سازی و گپ سخن و تغییرات و صفایی شهر گزارش تهیه میکنیم، در کنار ازی لبخند هموطنا را میخواییم داشته باشیم که بتانیم حداقل شما را میگه انرژی مثبت بتیم و ای عزیزایی که حرف به گفتن دارن اینا را هم در کنار خود داشته باشیم. شما را به خداوند یکتا و یگانه میسپاریم. گزارش امروز ما در ارتباط به ساخت ببخشین در ارتباط به صفایی خود مندوی کابل بود، نظم مندوی کابل بود که بر شما تهیه کردیم. اگر انتقاد یا پیشنهاد دارین میتونین با ما شریک بسازین، ما در خدمت شما هستیم. فقط کامنت بگذارین و بگوین که برنامه بعدی را ما میتونیم در کجا بر شما تهیه کنیم. تا دیدار بعد خداوند یار و مددگارتان باشه.